کشتی‌های تفریحی در سال 2019 با ایجاد 1.8 میلیون شغل و جابجا کردن 30 میلیون گردشگر برای اقتصاد جهانی بیش از 130 میلیارد یورو درآمدزایی داشتند. این کشتی‌ها حالا پس از وقفه‌ای طولانی که از ماه مارس 2020 ایجاد شد، خدمات خود را از سر گرفتند. امسال بیش از 500,000 مسافر کشتی‌های تفریحی راهی دبی خواهند شد و همچنین آغاز به کار کشتی تفریحی MS ویرچوزا در پایانه بندر رشید دبی جایگاه این شهر را در صنعت کشتی‌های تفریحی جهان ارتقا داده است. این کشتی که با 1700 تن خدمه امکان پذیرایی از 6000 مسافر را دارد، یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین کشتی‌های تفریحی دنیاست که به فناوری پایا و سازگار با محیط زیست نیز مجهز است. عمر این کشتی ها حدود 30 سال است، بنابراین بسیار امیدواریم که تا سال 2050 به هدف زیست محیطی تعیین شده، یعنی رساندن انتشار آلاینده ها به صفر برسیم. پس وظیفه داریم که به تدریج همه کشتی هایی را که به آب انداخته می شوند به فناوری های تازه کاهش آلاینده ها مجهز کنیم. اسکله ویژه کشتی‌های تفریحی دبی که در نوع خود نخستین در منطقه به شمار می رود، در بندرگاهی با افق تماشایی جای گرفته. این مکان علاوه بر امکان بارگیری ایمن خدمه و مسافر، امکان گشت و گذار در شهر را هم برای آنان فراهم می‌کند. خطوط گردشگری کشتی‌های تفریحی اخیراً دبی را نیز به مقاصد خود اضافه می‌کنند و این اسکله تازه هم نوید رشد این نوع گردشگری در امارات را می‌دهد.